با نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام و درودی به پایان خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. محمد شریف شریفی هستم و در خدمت شما ایزان قرار دارم به کلیه از برنامه های پرسشگر. موضوعی که این هفته با آن پرداختیم وضعیت بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات هست. مهمانان ما در این برنامه هرگ آقای دکتر محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات و آقای دکتر نوراحمد حیدری عضو شورای ولایتی. جناب آقای جلالی، وضعیت شفاخانه حوزوی هرات به صورت کل چگونه هست از نظر شما؟ تشکر میکنم. من عرض سلام دارم حضور شما جناب دکتر سویدری و همچنین همکاران تکنیکی شما و بیننده های خوب برنامه پرسشگر تلویزیون چکات و شب بخیر دارم حضور همگی. همون شکلی که برای همه مشخص است، شفاخانه حوزوی هرات در چوکات ریاست ساعتم دارای 650 بستر هست و همونطور که از نام از مشخص است یک شفاخانه حوزوی هست و مریضا از 4 ولایت یا الا 5 ولایت همجوار در طول تایم کاری شفاخانه به شفاخانه مراجعه میکنن. روی هم رفته اگر ما مقایسه داشته باشیم از امروز تا 10 سال پیش تا 15 سال پیش و یا تا 20 سال پیش، در مجموع چی از نظر دانش مسلکی و چی از نظر امکانات و به اصطلاح انکشاف بخش های شفاخانه حوزوی، ما شاید یک تحول و یک تغییر در شفاخانه حوزوی هستیم. تقریبا از مدت 6 ماه که من مسئولیت سرطبابت شفاخانه حوزوی دارم، قبلا هم به عنوان یک کسی که از دور نظارگر بودم و سالیان قبل در بخش های مختلف شفاخانه در ساعات مدیریتی کار میکردم، خب حجم کاری حال نسبت به 7 سال گذشته یا نسبت به 4 سال گذشته وقتی که من میبینم، واقعا حجم کاری شفاخانه حوزوی نسبت به سالا یک تغییر قابل ملاحظه کرده و همچنین تغییرات از نظر همو تخصص و مثلا علم مثلا طبابت بلند رفته. خب گذشته ها که بود شفاخانه ابتدا 200 بستر بوده و بعدا آیست آیست انکشاف کرده و به 400 بستر و بالاخره فعلا 650 بستر در شفاخانه حوزوی تثبیت هست، ولی ما در آمار و ارقام به اصطلاح HMIS یا راپور صحی خود، ما تقریبا امروزه بر هر وارد عمده که ما داریم، مثلا در وارد داخله، در وارد اطفال، در وارد جراحی، که هر کدام از اینا 100 بستر است یا در زایشگاه که 100 بستر است، ما شاهد اضافه مراجعه کردن 20 تا 30 مریض دیگه هستیم. وضعیت بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات چگونه هست؟ بخش عاجل در تعریف شفاخانه ها یا در تعریف مراکز صحی به عنوان چشم شفاخانه است، چون همیشه تمام مریضایی که از هر موقعیتی به شفاخانه مراجعه میکنن در بخش عاجل شفاخانه مراجعه میکنن. خب روی هم رفته بخش عاجل خود از یک تشکیلات داره، یک مسئول داره یا آمریت داره که در گذشته ای نبود و بخش از پرنسیب جراحی بود، ولی بریزی که ما به یک انکشاف آمد در شفاخانه و بریزی که ساعات مسئولیتی زیاد شد و حجم کار بالا رفت، از مدت به این طرف یک مسئولیت یک آمریت در عاجل شفاخانه تنظیم شده که او تمام امورات بخش عاجل را مدیریت میکنه. شما میفهمید که اتاق عاجل به عنوان همونطور که چشم شفاخانه هست و نقطه اولیه مراجعه مریض هست، در مجموع استاف از اون مشخص است، در اون تقریبا 5 پرنسیب هم روزه دکتر صاحبان نوکری دارن، یک سرویس داره که در اون مریضا تحت مشاهده بستر میشن و یک تشکیل نرسینگ داره که خدمات نرسینگ برای از او ارائه میکنه و همچنین خدمات به اصطلاح پرسنل خدماتی هم در تشکیل از او تنظیم شده و این بخش تقریبا میشه گفت یکی از پر رشترین و یکی از مهمترین بخشایی هست که در اونجا حجم کار فوق العاده وسیع است، به خصوص در حادثاتی که به صورت کتلوی در
شفاخانه مراجعه میکنه و یا حادثاتی که در انفجارات یا حادثات ترافیکی که صورت میگیره، خب عاجل موقعیتی که در او خدمات ابتدایی یا مو اهتمامات اولیه برای مریض گرفته میشه و مرکز تریاج شفاخانه است، مرکزی است که در اونجا کیسای مختلفه یا واقعات مختلفه مراجعه میکنن. شما این بخش که به عنوان در واقع چشم شفاخانه هست، توانسته که واقعا خدمات قابل توجهی را به بیماران عرضه کنه و یعنی که خیر رضی که همواره از طرف شهروندان شکایاتی مبنی بر وجود داشته است که در بخش آجر آنچنانی که بررسیدگی صورت بگیره متاسفانه که رسیدگی از جانب بعضی دکتر صاحب صورت نمیگیرد. خب یکی دیدگاه مردم هست و یکی هم ای که ما به عنوان مسئولین در او نظارت میکنیم و در او همیشه انوالو و بالاخره مدیریت بخش در مجموع مربوط میشه به تیم شفاخانه. شما ببینید که با کتله عظیم مریضایی که به اینجا مراجعه میکنه و در مجموع با هم نبود و کمبود امکاناتی که متاسفانه شفاخانه همیشه به او مواجه بوده، شفاخانه یک شفاخانه دولتی هست، خدمات در هیچ کشور، شما از اینجا از افغانستان بیرون شین در هیچ کشور، حتی در کشورهای حاشیه افغانستان، خدمات در شفاخانه دولتی رایگان نیست و شفاخانه حوزوی است که یا شفاخانه های دولتی در افغانستان است که خدمات به صورت رایگان به اصطلاح ارائه میکنن. نظر به مو اصل قانون اساسی که حق برای مردم داده بر اساس همی، وقتی که ما با امکانات محدود باشیم، با کمبود پرسنل باشیم و در کنار از او کتله عظیمی از مریضا که بیشتر از توان یا پذیرش شفاخانه باشه مراجعه بکنه، خواه نخواه بالاخره کمبودی ها و نارسیایی های وجود میاد. شما برمیگردیم آقای حیدری، نظر شما چه هست در مورد بخش عاجل شفاخانه حوزه‌ای؟ بدرزی که جناب آقای جالی گفتن که به صورت کل رضایت بخش هست و به عنوان چشم شفاخانه توانسته کار خودش رو تا حدودی به نفع درست از او انجام بده. نظر شما به عنوان نماینده مردم چه هست؟ با یاد نام خدا و عرض سلام و حرمت خدمت شما جناب آقای شریفی، همچنین جناب دکتر سجلری سلام و حرمت دارم و اول تر از همه از طریق رسانه شما خدمت مردم شرافت من هرات در سلام و حرمت میکنم. من قبل از اینکه سوال شما جواب بدم، اگه اجازه باشه یک کلیتر درباره شفاخانه حوزوی هرات صحبت کنم. ببینیم هرات یک شهری که ما از 4 میلیون جمعیت صحبت میکنه و یک شفاخانه و اون هم اسمی گذاشتن شفاخانه حوزوی، مراجعه مریضان از 4 ولایت داریم. متاسفانه با وجود تمام دادخواهی هایی که طی حداقل به 4 سال که ما به شورای ولایتی بودیم صورت پذیرفته و طی جلساتی که با بزرگای حکومتی، جناب رئیس جمهور، رئیس اجراییه، وزیر صحت عامه چندین مراتب داشتیم و این موزل و مشکل یعنی کمبود شفاخانه به هرات همیشه از طرف نماینده های مردم هرات و از طرف مردم هرات یادآور شده، ولی باعث تعجب ماه که چرا نظام ما یک موزل و یک مشکل بسیار جدی به طی این مدت اینا هیچ توجه نکردن. یک مقایسه اگر داشته باشیم هرات با کابل، لحاظ جمعیتی هرات دومین شهر بعد از کابل. شما در کابل اگرچه در همون جمع مشکلات وجود داره، ولی شما چندین شفاخانه شاهد هستید. ما در بخش های نسایی ولادی، در بخش اطفال، در بخش های تروماتولوژی، در شفاخانه عاجل چندین شفاخانه رو میتونید در کابل ببینید، ولی با وجود تمام دادخواهی هایی که صورت گرفت حکومت به این صدای مردم هرات پاسخگو نبوده و باز هم ما یک شفاخانه داریم به هرات. دکتر صاحب جلالی از یک سلسله انکشافات، از یک سلسله مثلا افزایش بسترها در شفاخانه حوزوی صحبت کردند، ولی حجم مراجعه مریضان به حدی که در موارد همون زحمت کشی و ایثار و تلاش پرسنل صحی هم تحت شعاع قرار میگیره. یعنی حد مراجعه مریضا به اتاق عاجل آنقدر زیاده. من اگرچه به خود لازم میبینم که از طریق رسانه شما از زحمت کشی پرسنل صحی شفاخانه، دکتران، نرسنگ، از مسئولین شفاخانه حوزوی ما تشکر کنه، ولی در بس ها موارد ما شاهد ازی هستیم که مشکلات وجود داره. واقعا او طوری که مردم ما مستحق دریافت خدمات صحی به همین شفاخانه حوزوی به اونا خدمات نمیرسه. این مشکلات در کدوم قسمت ها بیشتر هست؟ ببینیم شما اگر از کل شفاخانه اگر ما صحبت کنیم، همین لحظه که شما اگر به داخل بعض بخش‌های شفاخانه حوزوی مراجعه کنیم میبینیم شاهد از این خواهد بودیم که مریضا به داخل دهلیزها هم بستر شده، خصوصا بخش داخل ما، یعنی حجم زیاد مریضان وجود داره.
یا اگر به اتاق عاجل وقتی که مراجعه کنین، مراجعه مریضا واقعا زیاده و اونجا دکتر سیبا ما حتی اگر نیت خدمت داشته باشن، حتی اگر نیت خدمت داشته باشن، اینا به شکل درست به مریض رسیدگی کردن نمیتونن. این خب به شکل عمومی بود. ما بیایم از شکل داخل خود جزئیات اگه بشیم که چی مشکلات در اتاق عاجل شفاخانه حوزوی وجود داره. ما مشکلاتی که ما به اصل در طی بررسی هایی که شورای ولایتی از شفاخانه حوزوی داشته، مثلا نظارت ها ما چی نظارت های ما یک سلسله نظارت هایی داریم که به شکل مستقیم نظارت میکنیم، یک سلسله صحبت های شکایات پیشنهادات مشوره های از طرف مردم به شورای ولایتی میرسه. بعضی موضوعات در کمبودی ها در اتاق عاجل شفاخانه حوزوی وجود داره. ما مثلا به باور خود به عنوان یک دکتر، به عنوان یک پرسنل صحی، ما کمبود متخصص به شکل وضوع در اتاق عاجل شفاخانه حوزوی میبینه، یا ترنر متخصص. به خاطر از اینکه ترینی های سال اول وقتی که اینا به برای ترن شدن برای آموزش دیدن به شفاخانه میآیه، بنا به کمبود منابع بشری اینا تنظیم میشن به اتاق عاجل. یک دکتر که از فاکولتی طب فارغ میشه، او شاید همو به او ظرفیت نرسیده باشه که این بتونه یک واقعه عاجل داخله یا یک واقعه عاجل جراحی یا ارتوپیدی ری بتونه به شکل درست ایر پوشش بده. ولی همین نفر مجبوره به سال اول یک ماه بعد از آمدن به شفاخانه حوزوی بیای به داخل شفاخانه اتاق عاجل نوکری میده و مجبوره که رسیدگی کنه، در حالی که شاید به شکل درست نتونه رسیدگی بکنه. ما کمبود نرس، خصوصا نرس زنانه در اتاق عاجل شفاخانه حوزوی داریم. ما کمبود ادویه در شما، حتما دکتر سیف جلالی هم به این امر شاید، مثلا حجم مریضا اونقدر زیاده که اینا اگر دوای یک روب وقت خریداری میکنن، این شاید کفاف یک روب از اینا نکنه. داخل شفاخانه حوزوی وقتی یک مریض عاجل مراجعه میکنه، برای از او یک نسخه داده میشه، میگه برو این دوا از بیرون تهیه کن. شاید همو در بسا موارد امی رفتن امی پایواز مریض برای آوردن دوا و نبود بعض ادویه، این باعث مشکلات برای مریض بشه. ما در اتاق عاجل ما شاهد از این هستیم که به دلیل خود معاینات، خصوصا معاینات مثل کمبود فیلم اکسری یا نبود معاینه سونوگرافی، مریض از داخل اتاق عاجل شفاخانه حوزوی به بیرون ریفر داده میشه. اینا هم مشکله. بله. که اینا اگر خواسته باشه ما یک خدمات معیاری به مریض و مریضدار و مردم ما که مستحق این خدمات هستن اینا ارائه کنیم، ما این باید قبول کنیم که شفاخانه حوزوی و اتاق عاجل شفاخانه حوزوی مشکلات زیاد داره. بله. تشکر. آقای جلالی، آقای حیدری به نکات بسیار عمده اشاره کردن، کمبود متخصص و نبود متخصص در بخش عاجل، کمبود ادویه و در این حال در واقع کمبود نرس، این خب مشکلات عمده هست که در بخش عاجل وجود داره. به درازی که چون که عرض کردین، در واقع درب ورودی شفاخانه حوزوی بخش عاجل هست و کسانی که معمولا در اینجا هستن و خدمات رسانی میکنن کسانی هستن که تجربه کافی رو هم ندارن. نظر شما در این قسمت چی هست و چه اقدامات رو برای بهبود وضعیت شما انجام دادین؟ تشکر. من با احترامی که به دیدگاه جناب ایدری صاحب که همیشه به عنوان نماینده دلسوز شورای ولایتی در بحث شفاخانه و در بحث دادخواهی شفاخانه با ما همکار بودن و از گذشته هایی که ما نبودیم، اینا هم با تیم قبلی و تیم های قبلی همکار بودن و همیشه در اکثریت موارد دادخواهی کردن، که من جای داره از جناب ایدریس و همچنین از خود شورای ولایتی تشکری بکنم. یک بعضی نکاتی که جناب ایدریس گفتن قابل پذیرش هست و بعضی نکاتی هم که جناب ایدریس گفتن با دلایلی برای من هست که خدمت شما ارائه بکنم که هم به مون شکل همتونان ما به این موضوع پی ببرند. و جناب ایدریس اشاره کردن به کمبود متخصص. ترینی های سال اول که مراجعه میکنن، ما این بر میگرده به این که ما استافی که داریم یا پرسنلی که داریم یا تعداد ترینی ها و متخصصینی که داریم، بازم به اون شکلی که امکانات ناچیز است، بسترها ناچیز است، به اون اندازه هم از نظر استاندارد اگر خواسته باشیم در واقعیات مثلا در پرنسیپ های جراحی و ارتوپدی، برای هر سه مریض باید یک ترینی و برای هر ده مریض یک ترینر وجود داشته باشه، برای هر ده ترینی یک ترینر وجود داشته باشه. خب ترینی های که سال اول می آین، اینا تحت نظر یک نفر از دکترهای
پیش کسوتتر یا سالهای قبل، اینا برای مدت 3 تا 6 ماه در اتاق آجل به عنوان دستیار دکتر صاحبا اینا هم کار میشن و بعد از او شامل رست نوکرواری میشن. خب اتاق آجل جایی هست که در تشخیص های ابتدایی در 5 پرنسیپی که ما در اتاق آجل داریم که داخله هست، جرایی هست، ارتوپیدی هست، جرایی عصبی هست و یورولوژی، که سابق این پرنسیپ جرایی کلن یک جای بود و ما زمانی که ترینی بودیم و زمانی که ما در شفاخانه وزیبی بودیم خود همی جرایی عصبی و ارتوپیدی و یورولوژی همه یک پرنسیپ جرایی بود و یک دکتر که نوکری ویالی میداد. خب من ترینی سال اول بودم در ارتوپیدی، همو تمام این مریضای تمام این کاتگوری ها می دیدم در تقریبا حساب کنین کدام سال، سال 87 یا 86. ولی امروز ما در 5 پرنسیپ 5 دکتر داریم و این 5 دکتر با یک از دکترهای سال قبل که تجربه کافی داره در قسمت امرجنسی کیر یا مراقبت های عاجل برای 3 تا 6 ماه نوکریواری میده که خب گذشته شاید بوده باشه خلاهای، ولی ما در شروع آمدن ما این ما اجباری کردیم که باید ترینیایی که نو به پرنسیپ تخصص شامل میشن باید به همراه یک دکتر سابقه دار اونا به صلاح همکار باشن، بعد از او که دقل اتمامات ابتدایی مراقبت های عاجل برای مریض گرفته تانیست یا نالش از او تاندازی بالا رفت نالش از او باز مستقل نوکری بکشن. در کنار ازی ترینی هایی که در اتاق عاجل هستن، چی ترینی های سال دو چی ترینی های سال اول، مریضار تحت مشاهده بستر میکنن. مثلا مریضای جراحی یا مریضای بطنی یا مریضایی که مثلا ترومایی یا حادثات که میایه اونا تحت مشاهده بستر میکنن. همزمان با ای ما یک تیم عاجل داریم در هر بخش، در یورولوژی تیم عاجل داریم، در ارتوپدی تیم عاجل داریم که 24 ساعت یک تیم در داخل شفاخانه و در داخل سرویس های مربوطه خود حاضرن. بعد از اینکه مریض بستر میشه اینا زنگ میزنن به او به اون متخصصین که در تشکیل تیم عاجل یک ترینر متخصص هست همراه با ترینی های سال 4 و 3 و 5 که اینا 3-4 نفر در ارتوپیدی تقریبا 5-6 نفر در جراحی اینا در داخل شفاخانه حضور دارن و میخواین مثلا در بخش جراحی مریضا بستر میشن تحت مشاهده و از تیم خواسته میشه روز 2-3 بار که بیان مریضا رو تصفیه کنن. اونا میان مریضایی که قابل ریفر به عملیات خونه و عملیات باشه ریفر میکنن و مریضایی که به قابل بستر نباشه و به اصطلاح بر اساس یک چی بستر شده باشه اونا رخصت میکنن. همین خدمات در پرنسیپ یک دقیقه یک کلمه در پرنسیپ در عین شکله ما در روز استفر در تایم رسمی داریم و از طرف شب تیم های عاجل نوکریوال ما در داخل شفاخانه جدای از نوکریوالان داخل اتاق عاجل حضور دارند و در پرنسیپ داخله هم که یک پرنسیپ بسیار مشکل هست و تشخیص هم راز داخله جناب دکتر سه حضور دارند در مراحل ابتدایی مشکل است تا اینکه مریض تمامات لازم برای گرفته شه معاینات الزامی برای داده بشه. باز هم ما کاری کردیم که برای داخله هم برای بخش از او یک اتاق تحت مشاهده بگیریم. همزمان با او ما یک ترینر در سرویس داریم و 2 نفر از دکتر سایبای سالهای سوم و دوم در سرویس نوکریوال داریم. اگر ترینی ما در سال اول بعد از 6 ماه یا بعد از 3 ماه با مشکلی در تشخیص مریض مواجه میشه عاجل به او ترینر بخش زنگ زده میشه و او میه در اتاق عاجل مریض مراقبت میکنه و مریض تشخیص درستتر میکنه و مریض هدایت های لازم رو برای ترینی سال اول یا سال دو که در اتاق عاجل است میده و این روند همی روند همه روزه است. از طرف شب هم در تمام بخش ها ما در جرایی ترینر نوکریوال 24 ساعته داریم که اتاق که مسئول تیم عاجل هست و تصمیم گیرنده تیم عاجل است. اگر زمانی باز ترینر در واقعاتی که مثلا مشکوک باشه یا واقعاتی که مثلا چیتر باشه مهمتر باشه میتونه به شفکال خود زنگ بزنه و شفکال هم در اون موقع امبولانس میره به دنبال از او یا خود از او حضور پیدا میکنه در عملیات های مغلق‌تر. ترینر از تایم شب هم حضور داره، ترینر در هر وارد به استثنای بعضی واردهای مثل جلدی یا فرض کنیم مثل سوختگی یا مثلا در واردهای مثل انتانی، در واردهای کوچک که نیازی نیست ترینر دائمی وجود داشته باشه، ولی در پرنسیپ کاری وزارت صحت عامه ترینر یا امو آنکال باید یا موسیکنکال باید در خانه خود باشه. شکر برمیگردم به شما آقای حیدری. شما به دکتر سر جلوی گفتن که در واقع ترینرها وجود دارن در کنار کسانی که تازه اینها وارد شدن، اینها یک دوره 6 ماه سپری میکنن تحت نظر ترینر مخصوص و در اینا همین ترینر در جای روز هم هست و در جریان شب هم هست. آیا شما در این قسمت های شکایتی از جانب مردم به سمت شما رسیده است که همین ترینرها از تایم شب غیر حاضر هستن یا نیستند؟ ببینیم هدف از صحبت ما یک صحبت اصلاحیه.
ما اینجا نیامدیم که دکتر صاحب جلالی بگه ما این کار کرده میتونیم، ما باز از طرف مردم بگم نه این کار وجود نداره. ببینید حتی اگر دکتر صاحب جلالی به عنوان سرطبیب شفاخانه حوزوی که ما شاهد زحمات از اینا بودیم، شاهد مدیریت بالا از اینا و طی مدتی که وظیفه اینا وظیفه را اشغال کردن بودیم، اینا حتی اگر نیت و قصد و عزیز داشته باشن که به شکل درست به مریض و مریض به مریض رسیدگی بشه، دوباره تاکید میکنم تعداد پرسنل صحی موظف در اتاق عاجل و امکان ادویه موجود، امکانات موجود در اتاق عاجل شفاخانه حوزوی هرات، اینا تکافوی حجم مراجعه مریضار به شفاخانه حوزوی هرات کرده نمیتونه و این موضوعی که بر همه، هم برای پرسنل صحی هرات، برای اهل صحت هرات و هم برای مردم هرات این چیز واضحه. حتی دکتر صاحبا ما اینا زحمت میکشن، تلاش میکنن، ما شاهد تلاش ها از اینا بودیم، ولی وقتی که یک دکتر شما، یک دکتر که او رو به نیست نوکریوال او رو مقرر میشه، حالا از این که بیاییم شما یک اشتباه سیستم رو ببینیم، یک نفر به اتاق عاجلی نوکریوال مقرر میشه برای 24 ساعت، آیا توان کاری یک انسان برای لحاظ کاری چقدره؟ آیا این وقتی که نفر و حجم و مراجع تعداد زیاد بالای مریضار ببینیم، وقتی که این روزانه بالای 200 یا 300 مریض در این معاینه میکنه یا میبینه، آیا برای از این انرژی توان حوصله میمونه که به شکل درست به مریض رسیدگی بکنه و درست ای بتونه خدمات ارائه بکنه؟ اگر بیاییم منطقی و منصفانه قضاوت بکنیم، من تاکید میکنم که بعضی جاها سیستم مشکل داره، ما منابع بشری کم داریم، یک نفر هیچ وقت نمیتونه 24 شما نوکریولی به اتاق عاجل این موظف میشه بره 24 ساعت و حتی در موارد حتی ما شاهد از این هستیم که باعث ایجاد برخوردهایی میشه از طرفه، وقتی تعداد زیاد مریض به داخل اتاق عاجل مراجعه میکنه، متاسفانه با اثر مشکلات فرهنگی اجتماعی ناامنی ها و مشکلاتی که ما داریم، یک تعداد زیاد همراه و پایواز به اتاق عاجل مراجعه میکنه. همین لحظه اگر شما خواسته باشیم بریم از یک تصویر از اتاق عاجل شفاخانه حوزوی داشته باشیم، همه چیز برای شما واضحه و چی میشه. ما وقتی که اینجا ما میگیم مشکل وجود داره، این مشکل حتمی نیه که این مشکل برگرده به تیم اداری یا مدیریتی شفاخانه حوزوی. اولین صحبت من این بوده که ما هرات نیاز بیشتر به شفاخانه داره، هرات باید یک شفاخانه عاجل یا یک شفاخانه تروماتولوژی داشته باشه، هرات باید یک شفاخانه نسایی ولادی و یک شفاخانه اطفال داشته باشه. ما اگر چیز به نام شفاخانه اطفال میشناسیم، او یک دپارتمنت از شفاخانه حوزوی یا یک نسایی ولادی یک دپارتمنت از شفاخانه حوزوی. ما نیاز به شفاخانه داریم، ما نیاز به پرسنل بیشتر داریم که این باید نه تنها از طرف ما به عنوان نماینده مردم، باید از طرف دکتر صاحب جلالی به عنوان سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات این باید گفته بشه. دکتر صاحب جلالی، تیم دکتر صاحب جلالی حتی نیت خدمت داشته باشن، اینو خدمت به اندازه‌ای که مردم مستحق و خدمتن، اینو خدمت کرده نمیتونن چون که توان از این حرف نداره. به صورت کل دو مشکل وجود داره، یکی اینکه مرکز توجه به هرات نداره و در واقع گنجایش هرات زیاد هست و شفاخانه هرات پاسخگوی این همه بیمار نیست، و مشکل دیگه در خود سیستم هست که در شفاخانه حوزوی هرات به شکل درست دو تنظیم نشده است. جناب آقای جلالی، آیا شما میپذیریم که سیستم مشکل داره و نوکریوالی که برای 24 سالی موظف میشه توان رسیدگی به این همه بیمار رو ندارد؟ خب در مجموع من به ادامه صحبت هایی که جناب تصب کردن در قسمت کمبود استاف یا کافی نبودن استاف شفاخانه یا پرسنل شفاخانه برای این حجم از مریضا، یک موضوعی است که سالها داد کشیده شده. از سال 96 تشکیل سال 97 ساخته میشه، تشکیل از 861 نفر به 1020 نفر یا 1028 نفر ارتقا پیدا میکنه و این چندین بار مکررن به وزارت محترم صحت عامه ارسال میشه و ارجاع میشه، ولی متاسفانه وزارت مالیه در قسمت به اصطلاح پذیرش این تشکیل ابا میورسه. یعنی ما شاهدم در طول این 6 ماه ما 3 بار کتبا تشکیل سال 97 به وزارت صحت عامه ارجاع کردیم،
امی تشکیلی که از 861 نفر به 1028 نفر که تقریبا چیزی کم 200 نفر هم اضافه بشه، بازم به گفته جناب دکتر سبت کافوی حجم از این مریضار نمیتونه بکنه. در قسمت شیفت های نوکری والی، معمولا در کشورهای بیرونی در شیفت نوکری والی ها، شیفت نوکری والی ها برای دکتر و برای نرس 3 شیفت در 24 ساعت. خب ما چند مشکل داریم در قسمت شیفت ها. ما پلان ما بیه بوده، از گذشته هم سر از این پلان کار کردیم که ما شیفت ها رو 12 ساعته بسازیم. ولی بعضی ملاحظه های وجود داره، خب تجربه هم کردیم همین موضوع شیفته. من میپذیرم که یک دکتری که در طول 24 ساعت در یک پرنسیب 100 مریض رو معاینه بکنه، 100 مریض ببینه، بر زو آردر بده، معاینات بده و برای حداقل 50 تا از اون مریضا یا 40 تا از اون مریضا دوسیه بنویسه و اونا بستر بکنه، یک بار بسیار سنگینه. و مطمئنن که دکتر برای فردا یا برای 12 ساعت بعد از نوکری والی خود خوب دیگه روی حل که شما تجربه ما هست. چندین بار همین موضوع شیفت رو تجربه کردیم و عملی ساختیم در گذشته ها هم. خب این تو موضوعی بود که مثلا در مثل کشورهای بیرونی نیم، که یک مشکل متاسفانه در افغان ها وجود داره که در ما هم هست و در همه افغان ها هست، که تایم شناس و وقت پذیر و مسئولیت پذیر پذیری را کمتر مراحت میکنیم. ما مثلا وقتی شیفت 8 ساعته بسازیم، شما ببینید که از نظر امنیتی تغییر شیفت و رفتن یک تیم با آمدن یک تیم دیگه در دل شب یا فرض کنیم در ساعتهای پاسی گذاشته از شب برای ما مشکل ساز بود. یک مشکل ای بود. یک مشکل دیگه ما در قسمت ایجاد خلا بود. مثلا اگر به خارج که باشم یادم است در شفاخانه وقتی که 10 دقیقه به 6 میمون، شیفت بعدی یعنی 15 دقیقه جلوتر از اون لباس کرده و آماده ارائه خدمات بود. از اون شیفت قبلی ختم نکرده بود. گاهی وقتا میشه که مثلا ما یک شیفت 12 ساعته به اتاق عجل تطبیق کردیم. متاسفانه وقتی ساعت 6 که یک شیفت پروگرام چیز ساعت 8 ختم میشد، تا آمدن شیفت بعدی ای اونا دیر می آمدن یا به تاخیر می آمدن یا مصرف بودن، یک خلای در یا مثلا صبح یک خلای در اتاق عاجل ایجاد می شد. این روند 24 ساعته متاسفانه روندی است که ما هم به او زیاد علاقمند نیستیم و سر از این روند کار می شود. ما یک پروسیجر در مشوره با تیمی که از مرکز آمده ساختیم که ما بتونیم شیفت های نه تنها اتاق عاجل که شیفت های سرویس ها را ما 12 ساعته بسازیم. و در قسمت کمبود دو یک جناب دکتر صحبت کردن، ما جدا از اینکه مدیریم و انتقاد پذیرم هستیم، چون انتقاد هاست که میشه اصلاحات ایجاد میکنه. ما دوست داریم که شورای محترم ولایتی به شکل مستقیم و غیر مستقیم از امورات کاری ما که میکنن نظارت داشته باشن. ما برد جامعه در شفاخانه وزیری داریم که غیر مستقیم میان، حتی از امورات قضایی مریضا، از بعض تطبیق دوای مریضا، از رضایت مریضا اونا سوال میکنن. ما به عنوان مدیرا منتقدین هم هستین. ما به کمیری وزارت صحت عامه و به دیدگاه از اون و به عدم توجهی از او در طول این سالیان نسبت به هرات باورمند هستیم. تشکر. و دادخواهی هم کردیم در این مورد. جناب آقای حیدری، آیا واقعا دلایلی که جناب جلالی عرض کردن دلایل منطقی هست؟ مشکل امنیتی و ایجاد خلا که اینها را در واقع مجبور کرده است که بیان شیفت داره 24 ساعته کنند و او را پارس بندی نکنند؟ یعنی بعض مشکلات در حد توان دکتر سید جلالی نیه که اینا دکتر سید جلالی حل کنند. سیستم صحت افغانستان نیاز به یک توجه خاص داره در کل افغانستان. من به عنوان نماینده مردم همیشه در قسمت پروگرام‌های صحت در جلسات و در جلسات در سطح محلی و در سطح ملی شرکت داشتم و همیشه ما دادخواهی کردیم. ما بسیار بعض پیشنهادات به شکل حتی پیشنهادات بدون مصرف مادی ما به وزارت صحت عامه از طرف مردم ایراد داده شده که ما تعجب میکنیم چرا که یک کاری که اصلاحی اینا حتی ایجاد نمیکنه. مثلا اینا میتونن یک کار مدیریتی داشته باشن، سالانه چندین نفر به عنوان ترینی به داخل شفاخانه یوزوی استخدام میشه. برای هر کدوم از اینا
برای هر کدوم از اینا در حدود 14 تا 15 هزار افغانی ماهانه معاش میدن، در حالی که اون نفر برای آموزش میای داخله و هدف اصلی از اون کسی که برای آموزش میایه در هدف اصلی از آموزش بعد از آموزش خدمات ارائه خدمات او اسمی از این است ترینی، کسی که برای آموزش گرفتن آماده. ما چندین دفعه بیایم اینا در سیستم ساعت خود علمی تعداد پرسنل همیشگی داخلی شفاخانه اینا اضافه بکنن، تعداد متخصصین بیشتر استخدام کنن و همون بودجه‌ای که به ترینی میدن او رو بدن به متخصص و متخصص دائمی به داخل شفاخانه عضوی، یا به عنوان متخصص برای دیدن ویزیت مریضا، یا به عنوان ترنرهایی که تعداد ترنرها زیاد بسازه که هم به بخش های آموزشی خوب برسه و هم به بخش ویزیت درست مریضا برسه. ولی این کار اینا انجام نمیدن. ما در تعجبیم که چرا انجام نمیدن. یا اینکه شما وقتی که میزان مصرف یک مریض که به اتاق عاجل شفا یک امو تخت که به یک شفاخانه دولتی بستر میشه، خصوصا در دیگه ولایت، در هرات کمه، یا در کابل یا در جلال آباد بپرسیم مثلا هر در هر ماه برای هر تخت چقدر از این چهار مریض باید داشته باشه، از ما 12 مریض میشه که این نظام بیای سکتور خصوصی طوری شکل اشتراکی با سکتور خصوصی کار کنه که یک تعداد از این مریضای مثلا مریضای نسایی ولایتی، مریضای ولایتی ولایت هرات بسپره به بخش سکتور خصوصی و با سکتور خصوصی یک قرارداد خوب داشته باشه. ما اگر وقت داشته باشیم ما یک شما آقای حیدری گزارش شهری دوستان آماده کردم با هم دیگر می‌بینیم و بس برخواهیم گشت. وقتی که مریض میاد پیش از اون جوابش نمیده، بعد از اون یا اون مریض کاجل هسته یا از دست میدیم یا چی میدیم، دیگه اون مشکلات داره، دیگه برخورد از اون خیلی خرابه. افرادی هم هستن که به فکر استفاده جویی و از اخلاق ناخوشایند با مریضدارا برخوردن هم و اونا با مریضدارا به شکل رویه نامناسب برخورد میکنن. طبیعتا مشکلات خودخور در شفاخانه حوزوی ولایت هرات وجود داره، همچنان در بخش عاجل و در بخش همو کلن مشکلات وجود داره. ظرف فشار بود بابا میارن که بره به کلینیک شخصی، گرچون که بابا همون وضعیت و همون پول مصرف نداره که به کلینیک شخصی مصرف کنه. مشکلات همینه که حل رسیدگی نمی کنه مریض. ما خود نپام بشکسته برفتم اونجا با خونه ساعت 8 بجه شد برفتم اونجا دکتر بیم آدر عزیز کلینیک شخصی خود قربه داده پام عدی جاوش که سوی بعد دادی که پام به گج بگیری رسیدگی کنه بفتایم شد بود سوا بیا به کلینیک بیا. بیشتر برای افرادی که از خود ولایت هرات اصلا توجه بیشتری دارن نسبت به اشخاصی که از ولایت بیرون از ولایت هرات می آین به اونجا، یا ای که مثلا بر اساس همو تعصباتی که دارن به آنها توجهی ندارن، نمیفهمون به چی لحاظ است، و بیشتر اشخاصی که مثلا اونجگا روابط دارن یا با دکترها آشنایی بیشتری دارن اونجگا بیشتر به مریضا از اونها رسیدگی بیشتری میشه. اکثریت مریضداران که میاین یا شاید از ولایت همجوار یا شاید از ولسوالی های دور افتاده هم اونا آشنایی و بلدیت ندارن، بنابراین دکتر صاحب با اونا رفتار نامناسب دارن. فقط به اون کسی که وسیله واسطه داره به او رسیدگی میشه و کسی که غریبتر باشه یا شناخت خاص با دکتر صاحب نداشته باشه به او رسیدگی کامل نمیشه. یعنی خود مادم مریض رو بردم به داخل بخش عاجل شفاخانه او رسیدگی کامل نمیکنه. شفاخانه عضوی هرات هیچ راضی نیست، به خاطر که عموم مریض که کمی مشکل داره او هیچ رک مشکل، خیلی آدمی که اقتصاد زیر صفر هستن میره مریض هستن داخل شفاخانه میره، اول خوب بسیار بی توجه میکنه به زو آقا. 80-300 الگ متخصص ما نداره، همین جمعونای کالی برو کار شدن، مثلا شما دکترین 10 تا شاگردم با خود جمع کردیم به چهار طرف و اونا از شما یاد بگیرن. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز وجبان و مهمانان ما در بس. با ایده گزارش شهری رو دیدیم و بیشتر در واقع توجه شهروندان هم بر روی اخلاق طبابت بود، برای اینکه طبابت
یک وظیفه مقدسی هست و چنانچه که دیدیم شهروندان از این ناحیه شکایت هایی داشتن که رفتار نامناسب تعدادی از دکتر سایبان در بخش عاجل بارها هست و در کنار از این تبعیض وجود داره و دیگر اینکه روابط هم در آنجا باز هم حاکم هست حتی در عرصه صحت. پاسخ شما و چه هست به شهروندان؟ تشکر میکنم. به ارتباط اخلاق و طبابت که اساسی ترین اصل در مسلک طبی است و طبیبی که اخلاق نداشته باشه یا روش خوب نداشته باشه یا مهربانی با مریض نداشته باشه او طبیب گفته نمیشه. خب خواه نخواه هست، من میپذیرم برخوردار حتی در مقابل خود هم قبل از اینکه به وظیفه برسم دیدم و شکایت ها هم به ما هم میرسه. خب ببینم رفته گاه وقتا برخورده های مراجعین هم آنقدر شایسته در برابر استاف طبی نیست، ایرم ما باید بپسیریم به عنوان یک چالشه که خب همون شکلی که ما در اتاق عاجل گفتم با بار عظیمی از مراجع کنده ها قرار داریم و نکته که زیاد اداره هم یا تیم شفاخانه هم سر از او مثلا ملاحظه داره برخورد بعضی از دکتر صاحب‌ها و بعضی از پرسنل صحی در برابر مراجعین است و این کلی نیست که همه دکتر صاحب‌ها رو یک چشم آدم ببینه یا برای همه ایش نسبت بده که دیدگاه تند دارن در برابر مریض. گاهی هم یک اصطلاح است که بخاطر یک شوم میگه میسوزه شهر رو، ممکن یک 15 نفر یا 50 نفر پرسنلی باشه که برخورد درست نداشته باشه و تیم ما در تلاش است، در صدر جلسات مهمی است که ما بتانیم اخلاقیات و طبابت در ابتدای آمدن از اونا، اگر چونها در فاکولته یک مضمونی به نام اخلاق و طبابت دارند و سلوک یک انسانه که پا برسه طبابت میگذاره و چپن سفید میپوشه و اگر او کرامت او چپن سفید رو بفهمه همیست که باید با مریض مهربانانه برخورد کرد و این جز الزامات مسلکی است. میپذیریم اخلاقیات بعضی از پرسنل که در برابر مریضداران و مریضان خوب نیست. خوب بالاخره ما هم در یک بحث دیگه اگر مثلا مطرح بکنیم پرسنل ما هم در با بالاخره چون شهری است که از هر موقعیت مریض به شفاخانه مراجعه میکنه اخلاق برخورد مراجعین هم متفاوت هست و این که تبعیض وجود داره. خب روی هم رفته چیزی که ما در دیدگاه ما هست مریض اگر از بادغیس هم باشه، اگر از فرا هم باشه، اگر از نیمروز هم باشه، اگر از هر نقطه ای که از افغانستان باشه، از هر رنگ و هر پوستی باشه به پیش دکتر مریض از فرق نمی کنه، اگر دشمن باشه اگر دوست باشه. ولی که تبعیض وجود داشته باشه کمتری موضوعات در من خودم بودم من کسی که 24 ساعت اگر بگم انوالفم یا مصروفم با امورات شفاخانه تبعیض، یعنی مریضی که از اطراف هم میه کار از او صورت درست صورت میگیره، ولی مریضی که همیر ما واضح تر بگویم که از داخل شهر مراجعه میکنه یا مریضی که از به قول شهروند ما وسیله داره در داخل شهر توقع از او بالاتر هسته. وقتی که یک دکتر میبینه که توقع یک کسی نسبت به یک مریضی که در بستر است و هیچ صدایی نمیکشه و هیچ دست و پایی نمیزنه، بیشتر از ما خودم به عنوان سرطبیب شفاخانه باور کنین که بسیار با مشکلات یعنی مواجهیم در قسمت ازی که کسایی که از اطراف و اکناف دوست و آشنا هستن زنگ میزنن یا که بالاخره رسیدگی بیشتری باید بشه. ولی ما اگر مثلا زنگ بزنم گفت فلان مریض شما بیشتر رسیدگی بکنین، فلان مریضی که از اطراف ایخو نه شایسته است و نه هم انصافانه و منصفانه. تشکر. آقای حیدری نظر شما در این خصوص چه هست؟ رویه دکتر صاحبان و تعدادی از آنها چونجا که مردم گفتند نامناسب هست با مریضان؟ ببینیم این واکنش های مردم میتونم میخوام یک تشبیه داشته باشم. من نمیفهم جناب دکتر سجلالی امیدوارم من رو عفو کنم. میخوام بگم خود حتی خود شفاخانه حوزویر میتونم یک مریض تشبیه کنه که امون وظیفه خور به شکل درست در قبال مردم انجام داده نمیتونه، یعنی که توقعات مردم برآورده نمیشه. اگرچه یک سلسله مشکلات برمیگرده به خود مردم و ما برمیگرده، ما این کار کرده نمیتونه. طرز برخورد پایواز مریض با پرسنل صحی مناسب نیه.
و تعداد کسایی که به داخل اتاق عاجل شفاخانه حوزوی مراجعه میکنه اینا تعداد درست نیه. یک مریض با او 10 تا نفر و توقع داره هر 10 تا از اینا بیای داخل اتاق عاجل، هر 10 تا بالای سر مریض خاصا شما فکر کنید اگه 20 تا مریض عاجل به داخل اتاق عاجل باشه چی حجم مریضان. و موضوع دیگه ای که ما برمیگردیم به حرفایی که من پیشتر گفتم، ببینید یک دکتر وقت 24 ساعت ای با مریض سر کار داشته باشه و این 24 ساعت خود از یک سر این دوچار خستگی میشه، این دوچار بی‌حوصلگی میشه، ای شاید هم همین دکتر نتونه او یک عکس العمل نشون بده که با شغل مقدس توابت، با شغل پاک توابت و با امو طبیعت خود از این دکتر، با اخلاق خود از این دکتر مناسب نشه. انسان در مواردی که عصبانیه، در مواردی که خسته، او از او شاید یک حرکات ناشده حجم کار واقعا زیاده. ولی شکل عموم اگه خواسته باشیم قضاوت عادلانه داشته باشیم، توابت خود از یک شغل پاکه، یک شغل مقدسه و کسی که سالها ریاضت میکشه تا به مرحله طبیب شدن میرسه، این حتما انشالله او لحاظ اخلاقی هم با یک جایگاهی میرسه و طرز برخورد با مریض و با مریضدار هم انشالله چی میکنه. در قسمت روابط تعدادی از شبان گفتن که در اینجا هم حتی بحث روابط هست. من میخواستم ببینیم یک موضوعات داخل اتاق عاجل و داخل بخش‌های شفاخانه حوزوی این وجود داره، ما ریفر مریض یا ریفر کردن یا آدرس دادن در داخل شفاخانه حوزوی داریم و این هیچ کس انکار کرده نمیتونه. دلیلی بعضی موارد موجهه که امکانات نداریم، معاینات نداریم. مثلا اتاق عاجل شفاخانه حوزوی که روز چندین واقع مریض جراحی بطنی مراجعه میکنه، ای باید حتما یک نوکریوال سونوگرافی و یک دستگاه سونوگرافی داشته باشه که اگر بپرسیم این همیشه وجود نداره. یا ای که تعداد بخش اکسری شفاخانه حوزوی هرات همیشه ای چک چیز اصطلاح ما میگه فیلم اکسری نداره و در بعضی موارد مریضا ریفر میکنه بیرون از شفاخانه. و بعضی از واقعات مثل برای عکس معاینات مثل سی تی اسکن، مثل امارای مریض ریفر میشه داخل شفاخانه حوزوی، اینا هم مشکله. یک مریض دا یک آدم قریب وقتی مراجعه میکنه به اتاق عاجل معمولا قریبا مراجعه میکنه، اون نداره. وقتی یک دکتر باز برای از این پرزه مینویسه که تو برو به فلان معاینه را به فلان کلینیک بگیر چون که این شفاخانه نداره، این برای از او سخته، ناگواره. او از ناداری و ناتوانی خوب شفاخانه دولتی اکثر از اینا مراجعه میکنه و باز برای از او گفته میشه که اینجا هم مثلا اکسری نداریم، اینجا هم سونوگرافی دکتر ما وجود نداره یا دستگاه سونوگرافی نداریم یا اینجا سی تی اسکن نداریم، ام آر آی نداریم، این دوار نداریم. این برای از این برای یک آدم غریب، برای یک آدم که پول از این نداره، برای از این ناگوار تمام میشه و نتیجه از این میشه یعنی عکس العملایی که از طرف مردم میبینه. موضوع دیگه که خوبه که دکتر سیف جلالی یاد چی کنه، ما در یک سلسله بی‌انصافی های از دواخانه هایی که دواخانه یکی به نام دواخانه دیپو در داخل شفاخانه حوزوی، شما اگر می چیا خور گزارش خور کمک طولانی تر بزن حتما کسی پیدا میشد که بگه که در حق مردم بی‌انصافی صورت میگیره از طرف این مواردی که با ما مراجعه شده. و ما چون یک برنامه دادخواهی یک برنامه اصلاحی این میتونم جناب دکتر سیف جلالی ایره چی کنم و در شاید در خیلی موارد کم ما موضوع ریفر کردن هم داشته باشیم از داخل شفاخانه حوزوی به کلینیک های خصوصی و به بخش لابراتوار های خصوصی که از طرف مردم هم شما شاید بودید. خوبه که اینا مورد توجه بیشتر قرار بگیره. انشالله با تیم جدیدی که به شفاخانه حوزوی اینا موظف شدن و ما شاهد از این هستیم که اینا توان مدیریتی بالای الحمدلله دارن و نیت از این هم دارن که یک اصلاحات در شفاخانه حوزوی بیایه، انشالله تغییرات خواهند. من چیزی که میخوام به او تاکید کنم، ما نباید امروز چیزی یاد میکنیم به نام شفاخانه 650 بستر حوزوی ایران. در یک سلسله ما در گذشته ها یک سلسله بی‌عدالتی های در حتی در قسمت منابعی که به شفاخانه چی شده صورت گرفته. آمدن همین ساختمان سازی های جدیدی که به داخل شفاخانه حوزوی ایراد میشه، هر گوشه یک تعمیر ساخته میشه، بخش چی اینا شاید با آینده ها با یک ضرر کلان به مردم ایراد برسونه. تشکر از شما. پول هایی که مصرف میشه
تشکر از شما، زمان برنامه بسیار محدود هست. آقای جلالی، پاسخ شما چه هست نسبت به اینکه تعدادی از دکتر صاحب‌ها هستن که اینها ریفر میدن در حالی که مشکل مریض در بخش واجد شاید رفع بشه ولی او را به کلینیک خصوصی معرفی میکنند؟ در این قسمت آیا شما گزارش داشتین و یا هم با کسانی شما برخورد کردین که این کار انجام بدن و از طرف شما اونها در واقع جریمه و یا هم اونها برخورد صورت بگرفته؟ حالا تشکر. بس ریفرات دو بس هست در بس ریفرات مریضا. یک بسیس است که شفاخانه روزانه به تعداد 1200 تا 1400 مریض به شکل OPD یا سرپایی به شفاخانه مراجعه میکنه. ما نمیتونیم دروازه OPD یا مریضان سرپایی رو بسته کنیم. امکاناتی که وزارت در دسترس ما قرار میده از رژیم تا لابراتوار گرفته تا فیلم ایکس ری و ماشین سونوگرافی و این گپا تکافوی بیشتر از مریضان داخل بستر مرده میکنه. وقتی ما در شروع آمدن ما از برج ثور تا به حال تدارکات دوا و مواد مصرفی ما که بین سال میلادی ختم شد، اگر یک کمک دورتر به او فکر بکنیم، این در 96 در قبل از جد 96 یعنی قبل از سال میلادی 2018 این پروسس شده بود که باید در شروع سال شمسی این به شفاخانه آورده میشد، ولی متاسفانه تا به امروز به لحظه که ما با شما صحبت میکنم همو تقریبا 75% دوا و مواد مصرفی شفاخانه که مصرف یک سال شفاخانه است تا به حال همو پروسه تدارکات از اون متاسفانه صرف وزارت و مستوفیت و ولایت تا به حال بعد شما در قسمت بهتر شدن وضعیت بخش حاضر شفاخانه و زیاد چه هست؟ یک نکته دیگر هم عرض بکنم که در قسمت ریفردهی این مریضا، در قسمت کسایی که با کمپنی ها ارتباط دارن، کسایی که مریضا رو به بیرون ریفر میکنن، مطمئنن که اداره در چندین مورد برخورد جدی کرده و همین پروسه تحت تعقیب اداره هست که ما پیدا کنیم کسایی که مریض رو به ناحق ریفر میکنن. پیام خوب ما برای مردم هرات ای است که در اواخر مؤسسه طبیبان بدون سرحد یا MSF پلان حمایوی اتاق آجلر که تقریبا از 6 ماه به طرف ما مصرف تدارکات برنامه ریزی و پلان گذاری با اونا هستیم که در آینده بسیار نزدیک پلان یعنی تا یک هفته دیگه این شروع میشه که MSF میخواید در قسمت مریضان وخیم، مریضان وخیمی که با اتاق آجر مراجعه میکنن، یک ساحه معدود ساختیم برای اونا و او بخش منیجمنت یا مدیریت مریضان وخیم و سپلای یا ارائه دوا و مواد مصرفی برای اونا از طرف مؤسسه MSF انشاءالله که قرارداد صورت گرفت. تشکر از مهمانان در این بس علیک آقای دکتر محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزه‌ای و دکتر سید نوراحمد حیدری عضو شورای ولایتی و تشکر ویژه دارم از شما بیننده عزیزی که تا آخرها با برنامه خودتان همراه بودین. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم.